سلام به همگی، خوب هستین؟ تو لایو چت بگین صدای من هست. من برام خیلی عجیبه، چرا تو لایو چت بعضی از لایو نشدین میگن که چرا شما صداتون نیست؟ یعنی تایمر پایین دست چپ رو نمیبینین که هنوز لایو نشدیم؟ ولار میگه سلام به همگی. سلام، بگین صدای من هست، همه چی خوبه که شروع کنیم. من میخوام امروز به شما این مراسم عجیب غریب مجاهدین خلق رو نشونتون بدم. من درباره مجاهدین خلق هم میخوام یه ذره صحبت کنم. صدا خوبه؟ قاسم میگه به نام خداوند خورشید و ما که ای قاسم. قاسم میگه صدا هست. خیلی خوب. به نام شیطان رجیم، نه به نام شیطان رحیم، بگو اعوذ به شیطان رحیم من الله رجیم. آره خیلی خوب. آره خوبه. اینو ما با هم یه دقیقه نگاه کنیم ببینیم این چیه. آخه من اینا از کجا این خب من نمیدونم. شما دیدین که اخیرا تو آلبانی مریم رجوی یه سخنرانی نگاه کنی این خب من اینو یه ذره به شما بذارم. اینو شما دیدین که مارک پمپام اومد این همه من میدونم اینا این همه پول از کجا در آورده. خب اینو غیر نگاه کنید، این مثل یه چیزه، مثلا یه فیلم فیوچرستی که مثلا نگاه کنید صدا هست از این نگاه کن. آخه اینا چجوری همچی توانایی داره؟ نگاه کن اینا چیه؟ این همه پول اینا از کجا داره برده؟ نگاه کن پشتش رو، نگاه کن اینا از همه جای دنیا کسایی که دارن نگاه میکنن. این همین چند روز پیش بود، فکرم دیروز پیروز بودیم. ببین شعارشون چیه اینا ها. ببینی اینا مریم اصلا میپرستن، میگن ایران مریم آزادی. یعنی ها یک بعضی از شعارهاشون بود چیه؟ ایران مریم، مریم ایران. خب یعنی اینا مریم براشون فکر کنم یه چیز مثلا مقدس هستن. این خانومو میریم، این یه فرقه است اصلا، این یه کالته. خب ببینید اصلا به نظر من خیلی شبیه ساینتولوژی اصلا وایبشون، پولشون. من فکر کنم اینا میرن توی این فرقه ساینتولوژی نوت برمیدارن که بیان خودشون میرن چجوری این کارها رو انجام بدن. بذار ساینتولوژی برای کسایی که نمیشناسن نگاه کنید، اینا فرقه که توی آمریکا هست، مال اونا این شکلیه، خیلی شبیه. میبینی؟ آهنگ نذار، ما کپی رایت میگیریم. بذار ببینم، نگاه کن اصلا انگار از فضا اینا داره. ببین به نظر میسری مثلا یک جا تو فضا. آها بعد ببین همزمان که مثلا داشتن اینو پخش میکردن همه این سکرین ها، مثلا همه این ویدیوهایی که روی تلویزیون ها هست، ببین اینا رو، این خیلی خرج داره ها، این خیلی خرج داره. یعنی اینا واقعا یک دسترسی به یه منابع مالی دارن که من نمیدونم از کجا. یکی به من بگه اینا رو کجا اینا رو در آوردن. خب این یه همچیزی واقعا خرج داره. تازه پامپئو هم شما فکر می‌کنید پامپئو مثلا مجانی میاد برای اینا سخنرانی می‌کنه؟ به اونم حتما یه پول درست حسابی دادن که اومده براشون صحبت کرده تو این مجلس. خب اینا ببین، اینا هیچ چیز درست حسابی ندارن. تنها چیزی که مجاهدین خلق داره که باعث میشه انقدر پیشرفت بکنن پول فقط. یعنی واقعا هیچ چیز دیگه به غیر از پول ندارن. خب ولی مشکل اینه که کسایی که خیلی میخوان جمهوری اسلامی
یعنی دیگه هر چیز رو حاضرن. نگاه کن همشون هم مثلا یک شکل پوشیدن. این واقعا یک کالته، یک کالت به یک فرقه است. نگاه کنید، نگاه کن اینا رو ببین، این روی مانیتورا که هم رو دیوار هست، مثلا جاهای دیگه تو شهرهای دیگه که همه مجاهدین مثلا کنار همه رو داره نشون میده. نگاه کن چقدر همشون یک دست، چقدر منظم. این نگاه کن لباساشون این شبیه هم، زنا اینجا هم میشبیه هم، میزاشون، یعنی ببین تمام پول همه این جاهای مختلف و دفتراشون تو شهرهای مختلف و همه اینا رو جمع بکنی، اینا چجوری تونستن یه همچین کاری بکنن؟ خب کی داره پول اینا رو میده؟ عربستانه؟ کیه؟ یکی به من بگه عربستانه حتما. نه؟ من دارم اشتباه میگم؟ مشکل اینه که با اینکه اینا خود هیچ عقیده درست حسابی ندارن، یعنی و کلی جنایت های غیر انسانی کردن، خب یعنی تاریخشون اصلا کاملا کثیفه، ولی خطرناکیش به اینه که یه زمان، الان میدونم که مثلا مجاهدین طرفدار ندارن اینا، خب مخصوصا تو ایران، ولی مثلا همچین نسل جدید که میاد، خب اینا رو میبینن، بعد مقایسه ممکنه بکنن با بقیه اپوزیسیون، خب این همه نظم و این همه کار میبینن، میگن خب حداقل اینا یه چیزی دارن. ممکنه طرفدار ایناش هم به خاطر اینکه ببینن که احساس میکنن که اینا یه کاری دارن حداقل میکنن، یه موفقیتی حتما دارن که تونستن اینجوری هم چی کاری انجام بدن. خب برای من خیلی خطرناکه، اینا ممکنه با این کاراشون بتونن نسلای جدید، مخصوصا کسایی که مثلا تاریخ مجاهدین خلقا نمیدونن و بتونن با این کاراشون جذب کنن. شما فکر کنین این خطر وجود داره؟ من که نه، اینا همون جمهوری اسلامی نیستن. ببینید شما بعضیاتون خیلی چیزید، همه چی رو سیاسفید فکر میکنید، انقدر فقط جمهوری اسلامی رو فقط بد، یعنی نه اینا فرق دارن، بد هستن ولی خیلی هم فرق دارن. قاسم میگه از این مجاهدین کثیف‌تر فقط خود جمهوری اسلامیه، اینا خیلی از مردم بیگناه رو کشتن، اینا بیان بر سر کار با سرعت بیشتر جمهوری اسلامی سقوط میکنن. آره این که معلومه، اینا که واقعا افتضاح هن، ولی موفقیتشون رو نمیشه دست کم گرفت، با اینکه یعنی از لحاظ مالی و از لحاظ این کار ببینید، اینا نگاه کن هر کدوم از اینا تو یه شهره، میبینید؟ یعنی اینا رو دست کم نگیرید، اینا یک روز همینجوری ادامه بدن بالاخره از تجملاتشون و اینا یه کسای خوششون خواهد اومد، یه جوری بالاخره کسایی که ناامید شدن مثلا از همه اپوزیسیون جمهوری اسلامی، میگن خب همه به ما میگن مثلا مجاهدین بعد، ولی خب بخاطر ما دیگه چیز دیگه نداریم. میان نگاه میکنم میگن که همه سلطنت طلبا و همه کسای دیگه، خب شما که کاری نکردین، حداقل اینا یه کنفرانس درست حسابی با این همه نظم و این همه تجمل و اینا. بعدم کلی سیاستمدارای آمریکایی احمق مثل پامپئو و رودی جولیانی و اینا میان چیزام میکنن، جدیشون میگیرن، من نمیدونم، خیلی هم نمیدونم، خب اونا دارن جدیشون میگیرن برای اینکه این مجاهدین خلق قرار حسابی بهشون پول میده. خب فکر میکنن حتما اینا یک امید سیاسی میشون بهشون داشت، برای اینکه همه مثلا پامپئو خب جدیشون گرفته، حتما یه امیدی باید بهشون باشه. نمیدونن که نه، ببین پامپئو که ببین اکثر بیشترین درآمده خیلی از کسایی که تو سیاست آمریکا کار میکنن اینه که بعد از اینکه کارشون تموم شد، به خاطر اینکه تو سیاست آمریکا بودن بیان پول بگیرن، یه جای بیان توی مثلا سخنرانی‌های مختلف بیان صحبت بکنن، یعنی درآمد مثلا خود بیل کلینتون، خب رئیس جمهور آمریکا که بود، هیچ وقت انقدر پول در نیاورد که وقتی که دیگه رئیس جمهور نبود، پولایی که در می آورد که میرفت اینجا صبح هر صحبتی که مثلا میرفت اینجا صحبت میکرد، $1,000,000 بهش میدادن که بیاد مثلا 20 دقیقه صحبت کنه. خب یعنی اکثر پولی که مثلا بعضی از سیاستمداران آمریکایی در میارن مال موقعی خواهد بود که دیگه تو کار نیستن، ولی چون یه زمانی تو کار بودن همه میخوان برای مهم که بشن دعوتشون میکنن به بیا اینجا صحبت کن، بیا اونجا صحبت کن. خب پول حسابی هم میدن را میان. خب ولی نگاه کنین ببینید من کالتو دارم فارسیش میشه فرقه، خب ولی ترجمه کالت به فرقه اون وحشت و اون
شستشوی مغزی رو که کالت میخواد میده رو خیلی قشنگ تو ترجمه خوبی نیست برای من. فرقه بنزی کافی اون چیزی رو که من میخوام نشون نمیده. ببینین این اینجوری که مثلا اینا همه رفتار میکنن، شعاراشون اینجوریه، همشون یک رنگ، همشون یک صدا، این یک شستشوی مغزی بین المللی میخواد که فقط یک دین، یک فرقه، نمیدونم چجوری اینو به فارسی توضیح بدم. من حالا صداش دوباره بذارم. نگاه کن اینو، نگاه کن همه جا. من یه لینکم برای شما بذارم، هر کی میخواد بیاد بالا اگه میخواین. آه یه چیز دیگه هم نگاه، آخوند هم دارن. آخوند خودش رو دارن. آخه ببین. نه یه کسی به این آخوند بگه این ماسک الان کاری نمیکنه وقتی جلوت دماغتو نگرفته، جلوت دماغتو نخه، این ماسکو برای چی گذاشتی وقتی دماغتو کاور نکرده، وقتی دماغتو پوشش نده؟ خب ماسک دیگه اصلا بذاری نظری که فرقی نداره. این چی؟ ای خدا، اینا کاملا به اسلام پای بندن. آره میدونم. ها فرق مذهب، فرق مذهب، خیلی خوب. آها یه مشکل که هست اینه که من شنیدم بعضی از براندازا میگن خب ما دیگه مجبوریم با اینا هم کار کنیم دیگه، که یعنی من شنیدم بعضی از براندازا میگن ما به جایی رسیدیم که همه، هر کسی علیه جمهور، همه کسایی که علیه جمهوری اسلامی هن، همه باید با هم متحد بشن. و من میپرسم حتی مجاهدین خلق؟ میگن آره دیگه، دیگه به جایی رسیدیم که حتی مجاهدین خلق. خب مشکل این خیلی مشکله به نظر من، شما نظرتون چیه؟ من به نظرم این داره به جاهای، یعنی براندازی رو واقعا دیگه آلوده آلوده میکنه اگه بخوایم حتی با مجاهدین خلق هم متحد بشیم. ببین من خودم اعتقاد دارم که اگه یک گروهی یا یک شخصی عوض بشه و بتونه نشون بده که عوض شده، گناه‌های گذشته رو میشه بخشید. خب میشه بخشید، ولی مجاهدین خلق عوض نشده. یکی این که عوض نشده، دومن این که اولین شرط عوض شدن اینه که بیای اعتراف کنی کارهای اشتباهی که قبلا انجام دادی. خب اولین شرط عوض شدن اینه که بیاد مثلا مجاهدین خلق بگه ما اینجا این آدم کشی رو کردیم، اینجا این جنایت جنگی رو کردیم، اینجا این نقض حقوق بشر انجام دادیم و این کار ما اشتباه بود. ما اصلا مریم رجوی که خودش هم مسئول این بعضی از این چیزا بود، باید یعنی بذارنش کنار اگه بخوام بگن عوض شدن. یعنی نه حتی شروع عوض شدنم نکردن. یعنی من حاضرم با هر گروهی کار کنم به شرطی که بیاد بگه ما اون چیزی که بودیم دیگه نیستیم. خب ولی مجاهدین خلقی که امروزی که ما داریم هیچ وقت نیومده بیاد بگه که ما این کارا رو کردیم و اینا اشتباه بود و ما دیگه تکرار نمی‌کنیم. تازه میگن نه ما هیچ کار اشتباهی هم نکردیم.